بار اصلا انتظار داشته باشی که خدا امروز از زندگی تو معجزه کنه. آمین. تو این سرودهایی که ما خوندیم، اصلا این سروده که با حمد و شادی آمدیم و عیسی مسیح رو که خوندیم و اعلام کردیم با شمشیر که در دستمون گرفتیم او رو پرستش میکنیم. این سروده که خیلی هر دفعه اینو میکنم واقعا نمیدونم شما چطور احساس میکنین یا چطور دریافت این شادی و حمد و پرستش به پیش مرمیم با لشکر آسمانی هم صدا شویم. این یک سرود پیروزیه که ما میتونیم هر روز برحال با این ایمان زندگی کنیم و اعلام کنیم پیروزی عیسی روی زندگی زور زندگی ما. و زمانی که این سرودها هم میخونیم، خدا میخواد از طریق این سرودها هم این ایمانش ما رو قوی کنه و همینطور امید در شما بیدار کنه که ببین تو تنها نیستی. هر چقدر تو مشکل قرار گرفتی، هر چقدر فشارهایی هست، خدا میخواد یادآوری کنه هی نگاه کن در تو کیست. نگاه به موقعیت نکن، نگاه کن کیست که در توست. اون عیسی مسیح از مردگان برخواسته، زنده هست، روی تخت نشسته، تمام قدرت، قوت در آسمان در زمین به او داده شده و اون خدا در توست. من عیسی مسیح و همینطورم روح خدا تو رو احاطه کرده، تو رو هدایت میکنه هر جایی که قرار گرفتی. و این سرودها هستن که توی این سرودها خدا لمس میکنه و اکثریتی که توی این برادر توی این جلسه هایی که از افراد میپرسم میگن که توی سرودها چقدر خدا آزاد میکنه، چقدر واقعا عالی بود، چقدر خدا رو لمس کردم. و مخصوصا که واقعا با روح و با ایمان میاییم و این وعده ها رو برمیداریم، میبینیم که چطور قوی میشیم. بعضی وقت هست که افرادی میان اینجا موعظه رو اصلا نمیفهمن، فقط توی پرستش خدا موعظه میکنه. نه این تجربه رو دارین؟ آمین. پرستش واقعا یک قدرتی هست. پرستش یعنی با خدا ارتباط برقرار میکنی و همزمان هم تو پرستش هم شروع میکنی به دعا کردن. یک قدرت بزرگی هست که خداوند به ما بخشیده. امروز موضوع امروز دعاست. هر چقدر تو قلب من بود این موعظه غلبه یافتن رو ادامه بدم، فقط اینطوری هفته گذشته که چند نفری از کلیسامون خادمین در دعا و روزه بودیم که خداوند کلیسا ما چه چیزی احتیاج داره. و مخصوصا تو این چند مدتی هست که در مورد موضوعهایی صحبت کردیم، موضوعهای داماد، عروس، غلبه یافتن و این چیزی که در مکاشفه باب 12 است که اینجا میگه که و ایشان به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند تا به مرگ. این موضوعی بود که چند مدتی صحبت کردیم. فقط تو این هفته خدا گفته که این افرادی که اینجا صحبت میکنین، افرادی که اینجا هستن با خون بره، کلام شهادت خود و همینطور غلبه یافتن، یعنی پیروز شدن. این افرادی هستن که با دعا رفتن جلو. افرادی نیستن که فقط نق زدن، شکایت کردن، داد زدن، بلکه افرادی بودن که شروع کردن به ایستادن و شروع کردن پیروزی خدا رو روی زندگی خودشون اعلام کردن. افرادی بودن در دعا بودن، در ارتباط با خدا بودن. افرادی بودن که وعده های خدا رو برمی داشتن و اعلام می کردن. تمام وعده های خدا تقریبا مثل این که هفته ای هست که ما شروع می کنیم به چی میگم؟ چی کردن؟ شاید با این چیز رو بهتر بفهمید با زبان کودکی. شیطان میاد دیگه اونجا شروع میکنی وعده های خدا رو بیرون آوردن، اعلام کردن کلام خدا و همینطورم نگاه میکنی نه به خودت، به ضعف خودت، به فکر خودت، به مشکلات خودت، بلکه نگاه میکنی به اون عیسایی که در تو قرار گرفته، اون عیسای مسیح که تو با
او در تعمید با او مردی، دفن شدی و با او هم همینطور قیام کردی و در جاهای آسمونی در روی تخت نشستی با عیسی مسیح. این مقام ماست، این جایگاه ماست عزیزان. باور میکنید؟ از اونجاست که ما شروع میکنیم به جنگیم، نه از این دنیا. فیزیکی در این دنیا هستیم، فقط از طریق روح در جاهای بالا نشستیم و حکومت میکنیم. و این خاطر کلیسا باید مخصوصا در این قسمت باید واقعا بدونیم که ما اول چه هویتی داریم. یک تقریبا دو هفته پیش بود که برادرمون ادوین آمد اینجا در مورد هویت صحبت کرد، شخصیت صحبت کرد. یادتون هست نمیدونم انسانی که اونجا توی جلسه شرکت کردن. و همینطور هم چه خواندگی داریم و جایگاه ما کجاست. آمین. به این خاطر این افرادی که اینجا هستن و غلبه یافتن افرادی بودن که دعا میکردن و خدا میخواد در این قسمت ما رو دوباره یادآوری کنه که توی این دعا چه قدرتی هست. توی دعاست که ما دست خداوند رو ما تکون میدیم. ما با این فلسفه، با این ایمان یا با این تصورای ما آمدیم به عیسی مسیح پی بردیم، فکر میکنیم ایمان فقط آمدن نق زدن خداوند. خواهش میکنم اینو به ما ببر، خواهش میکنم این مشکلی هست، خواهش میکنم در این قسمت منو نمیدونم آزاد کن. بعد چیزای مختلف ما دعا میکنیم. فقط بعضی وقت و این کار شیطان یا همینطور نادانی ماست. به این خاطر توی جلسه خانگی ما میگیم که بیاین شرکت کنید، چون اونجاست که بیشتر و بیشتر در مورد دعا صحبت میکنیم، شفاعت کردن و قدرت دعا صحبت میکنیم. دعا این نیست که فقط نق بزنیم یا فقط شکایت یا فقط دردهای ما رو بیاریم. اینم هست، فقط اولین چیزی که هست ما ارتباط با خدا قرار میگیریم، ارتباط صمیمانه. و زمانی که با ایمان میان میبینیم که اون که روی تخت نشسته و سلطنت میکنه به او دعا میکنیم. و هر دعایی که ما میکنیم و هر چقدر با ایمان دعا میکنیم برای مطلبهایی که امروز صحبت خواهیم کرد، دست خدا رو تکون میدیم. عیسی جان عزیزان اونقدر امروز در دعا بودم که عیسی جان بودم. عزیزان، خدا این قانون رو گذاشته که ملکوت خودش رو، پادشاهی خودش رو به ما بخشیده که ما را در این دنیا حکومت کنیم و پادشاهی او رو بیاریم. گوش میکنیم؟ ما باید ذهنمون رو، تصویرمون که ما داریم از خداوند باید عوض کنیم. ما فکر میکنیم الان خدا باید بیاد، خدا همه کار رو انجام بده. این کار رو نمیکنه. خدا معجزه هایی رو انجام میده، به وسیله مرموز کارهای بزرگی انجام میده. فقط ملکوت پادشاهی عیسی مسیح به وسیله تو میاره در این دنیا. خدا از تو استفاده میکنه. یا ما باید اینطوری نگاه کنیم، زمانی که خدا دنیا رو خلق کرد، انسان رو دنیا گذاشته و گفته که الان سلطنت کن، و انسان این سلطنت، این اقتدار رو که داشت به خاطر گناه اینو بده از دستش داد، به شیطان داد. شیطان از اون موقع که اینجا حکومت میکنه و انسان هیچ موقع، چون گناهکار، هیچ موقع نمیتونه این کره زمین رو به دستش بیاره و حکومت کنه. شیطانه که حکومت میکنه. پس اینطوری باید نگاه کنیم. عیسی مسیح در این دنیا نیومده فقط اینجا ما رو نجات بده، بگی که الان بشین اینجا تا بری تو ابدیت. اینجا آمده پیروزی رو، یعنی روی شیطان پیروز شده، از مردگان برخواسته، رفته، روح القدس رو فرستاده در ما که ما بتونیم این پیروزی او که 2000 سال پیش به وجود آورده اما ما زندگی کنیم و پادشاهی خدا رو بیاریم. برای این من زندگی میکنم، نزد که زندگی میکنم که الان زندگی عالی و خوب داشته باشم، بلکه ما باید نگاه کنیم چه مأموریتی خدا من به ما بخشیده. طبق اینم پس باید دعا کنیم. و این دعا کردن اینطوری باید نگاه کنیم، خدا میخواد اینجا یک کار عظیمی انجام بده. خدا به هر حال ما میتونه بدون ما هم انجام بده، نه؟ ما احتیاج به من بمانه نداره. فقط خدا این
قانون یا این روش یا این عدالت رو برقرار کرده که گفته که من این پادشاهی رو میخوام به وسیله تو، به وسیله تو، به وسیله تو، تو دعا کن، شکم شفاعت کردن و من شروع میکنم به حرکت کردن. دعای قدرتی هست از عزیزان که خدا میتونه استفاده کنه، زندگی شخصی ما دوباره به نظم و ترتیب بیاره، ما رو تبدیل کنه، کلیسا رو بنا کنه و همینطورم پادشاهی خودش رو بیاره. به این خاطر متا باب 7 اینجا که میگه که بطلبید به شما داده میشه، جستجو کنید پیدا خواهی کرد، بکوبید باز خواهد شد. یعنی واضح‌تر خدا نمیتونه با ما صحبت کنه، مثل کودک با ما صحبت میکنه، چیزای روحانی هم اینجا نگفته. بطلب داده میشه، جستجو کن پیدا میکنی، بکن باز خواهد شد. این تمام چیزایی هست که خدا درس رو به ما داده که گفته الان دنبالش باشم و دنبالش برم. و زمانی که واقعا باور کردیم این قدرت، این دعا چه قدرتی داره، خیلی زیادتر و بهتر میتونیم بیشتر از دعاها استفاده کنیم، از اینکه دائما با قدرت خودمون بتونیم مشکلات خودمون رو حل کنیم. باور میکنیم؟ واقعا به زندگی خودتو نگاه کن، ببین زمانی که بگی بن‌بست رسیدی، دیگه به ورشکستگی رسیدی، دعا کردی و میبینی که خدا درها رو باز میکنه. خب بعد از این مدت یاد گرفته، بعد از این مدت باید نگاه کنی ببینی یه خحمق نیستم که الان تا ورشکستگی برسم، از همین الان میتونم دعا کنم دیگه، خیلی ساده. بعد بعضی وقت هست که به هر حال سست میشین، در موردش هم صحبت میکنم. کلیسای ما، کلیسای آلفا اومگا، این چیزی بود که هفته گذشتم که در دعا بودم، خدا نشون داد که مزبع دعا در این کلیسای آلفا اومگا تقریبا به پایان رسیده. این چراغ یا این آتش مزبع، و خداوند نشون داد، گفته که دعای این کلیسا خیلی ضعیفه، به این خاطر مشکلات زیادی در این کلیساست. خدا نمیتونه در این کلیسا اینطوری عمل کنه، اینطوری که خودش میخواد. ما فریاد میزنیم، بعضی وقتا میگیم خداوند بیا، بعد مزبع دعا به خاطر مشکلاتی که خودمون داشتیم، مشکلات ساختمونی جایی نداشتیم، قبل از اینکه توی کلوکشتاسه بودیم امکانات زیادی بود که ما اونجا جمع میشدیم و بعضی وقت هم دو سه ساعت هفته، یعنی جلسه فقط دعا داشتیم، دو سه ساعت فقط اونجا در دعا بودیم، شفاعت میکردیم و همینطور هم جلسه های دیگه بود. فقط الان از سر تقریبا دو سال تقریبا دعایی که جمعی میکردیم فقط روزای شنبه بود توی جلسه، قبل جلسه حقجویان که جمع شدیم دعا میکردیم. از اون موقع، از اونجا هم که آمدیم بیرون دیگه دعا کم شد، یا کم شد یعنی اصلا کلن ورداشته شد. و اونجا من خودم هم متوجه شدم که من خودم دعای درستی نکردم، من ضعیف شده بودم، خسته شده بودم، خسته شده بودم از این ساختمون به ساختمون دیگه. یادم هست برادر نورم اون موقع که از ایلیم آمده بیرون گفته که اگه میخوای بریم توی جلسه، توی کلیسای بارلگ، راستش بگم من دیگه خسته شده بودم دوباره همه چی رو جمع کنیم، هر دفعه بریم بیاییم دعا کنیم. راجع خودم متوجه شدم که من گناه کردم، من خودم این آتش شفاعت و دعا، دعای جمعی که بایستی ادامه می دادیم، انجام ندادم. واقعا من خیلی نمیدونم 10-20 بار جلوی خدا من توبه کردم، گفتم من عنوان شبان کلیسا گناه کردم، علیه تو و علیه کلیسا دعا گناه کردم. واقعا میگم با تمام دل میتونم بگم که شرمنده هستم که عنوان شبانی که خسته شده بودم، تمرکزم نداشتم. و
اونجا واقعا با تمام دلم میتونم بگم برای من باید این چیزی رو برنامه‌ریزی کنم که توی جلسه خواهرها دعا کرده میشه، جلسه برادرها کم و پیش دعا کرده میشه، بعد اینطوری دعای جمعی که باید جمع بشه، کلیسا باید جمع بشه، اینو نداشتیم. تقریبا 4 ماه فکر میکنم، نه 4 ماه 5 ماه اینو نداریم. بعد میخوام عزیزان با تمام دل، چون اول علیه عیسی مسیح گناه کردم، فقط میخوام واقعا از شما عذرخواهی کنم، عذرخواهی کنم که خودم باعثی در این قسمت نمونه میشدم. فقط بعض وقت فقط برای دعایی میکردم، فقط این دعایی که احتیاج بود، دعای جنگی، دعایی که واقعا مثل این که میجنگی برای کلیسا نداشتم، خالی شده بودم. فقط میتونم بگم که تنها کاری که میتونم بگم تو این روزها هم که کردم، گفتم خداوند این فکره نیمسوزی که در من هست روشن کن. نمیدونم به چه دلیلی، خداوند پیریه یا خستگیه، واقعا توی چند ماه به خاطر این ساختمون، به خاطر این چیزا خیلی مشغول کارهای دیگه شده بودم، خیلی بیشتر کار میکردم، دنبال فقط از یک کار به یک کار یه چیزی درست کنیم که اصلا دیگه دعا رو گذاشته بودم کنار. یعنی اصلا گذاشته بودم، فقط تنها چیزی که داشتم فقط ملاقات با خدا داشتم، اینو داشتم، خدا رو شاگردم، نمیتونستم اینجا موعظه کنم، ملاقات با خدا داشتم و دعا رو، دعای شفاعت و دعا و دعای که جنگی که باید داشته باشم نداشتم. فقط مهم اینه که خودتان بدونی که عزیزان شبان کاملی هم نیستم، واقعا عذرخواهی میکنم از شما، من باید این کار رو میکردم و شما رو دعوت میکردم. از هفته گذشته که زمانی که متوجه شدم و دیدم که گناه کردم، گفتم خداوند من دوباره میخوام دوباره از اول شروع کنم، نمیخوام قول بدم بده، من میخوام، من میکنم، الان میکنم. نه خداوند، اگه فیض تو نبخشی نمیتونم، واقعا نمیتونم. فقط خدا رو شکر کلیسای با باربک تماس گرفتم، کلیسای باربک گفته که ما میتونیم روزای شنبه جمع بشیم، روزای شنبه که تقریبا 2 ساعت وقت به ما دادن و روز شنبه هم اونجا جمع شده بودیم، 7 نفر بودیم، با من 8 نفر توی تلگرام نوشتیم، دعوت کردیم، توی جاهای دیگه هم دعوت کردیم، رودا کایس دعوت کردیم که بتونیم بیاییم، برای یه چیز داوطلبانه هست. 7 نفر بودیم، 5 تا خواهر، 2 تا برادر، 5 تا نون، 2 تا ماهی. خداوند 5000 نفر رو سیر کرد. گفتیم حداقل 7 نفر بودن. گفتیم خداوند یک شروع جدیدی هست. یک شروع کردیم، این چراغ رو روشن کردم. و واقعا خیلی باعث برکت بودیم. واقعا 2 ساعت واقعا جنگیدیم. یعنی دیدم که چه قدرتی هست. من خودم موعظه کردم. بعد متأسفانه منم انجام ندادم. برحال اینا باید بگم چون حقیقته و نمیخوام چیزی از من فکر کنی که من نیستم. دعا یک ضرورت و در متی 16:19 عیسی مسیح به پتروس، زمانی که پتروس به پتروس میگه من کی هستم، میگه که تو پسر خدا هستی، اینجا میگه خوش به حال تو که خون و جسم به تو مکاشفه رو ندادن بلکه پدر آسمانی به تو این مکاشفه رو دادن. این مکاشفه رو گرفت بلافاصله و گفته و کلیدهای ملکوت آسمون را به تو میسپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمون بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمون گشاد شود. درست خوندم؟ یا درست خوندم؟ و این کلید ملکوت آسمون، یادتون هست در مورد این غلبه که صحبت کردم، گفتیم که چطور خداوند زمانی که کلیسا رو موده میشه در آسمون یا و اونجا دیگه یه جنگی به وجود میاد و اونجا شیطانی که از اونجا رو ریخته میشه روی یعنی ریخته میشه روی دنیا، این آسمون دومه، میگه که این کلید آسمون رو به تو میبخشم، یعنی کلید آسمون رو خداوند به کلیسا بخشیده. ما هستیم که اینجا این اقتدار رو گرفتیم و شروع کنیم به دعا کردن که ملکوت خدا بیاد. دعا کردم برای چیزهای شخصی هم همینطور. فقط اصل مطلب اینه که دعا بکنیم که اراده خدا در زندگی ما
انجام بشه، در این دنیا انجام بشه. دعای مختلف وجود داره، دعای شخصی هست که در خفا خداوند میگه که زمانی که کنار میکشی برو در خفا دعا کن، پدر آسمونی که در خفا دعای تو رو میشنوه به تو خواهد داد. وعده های عالی خداوند به ما بخشیده. نیازهای شخصی که من دارم نمیام اینجا پیش شما صحبت کنم، جز از اینکه واقعا یه چیزی واقعا مثلا میگم مریضی یا یه چیزی هست، یه چیز بزرگی هست، یا بعد هر چیزایی که هست الان شخصی ربطی به من داره امور میرم. و طبق کلام خدا میگه که پدر آسمونی شما میدونه چه چیزایی احتیاج داره. میگه که در رومیان در متی به 6 آیه 33 میگه که لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او رو بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد، یا آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. آنها نیز منظور اینه که تمام چیزایی که تو احتیاج داری برای زندگی روزمره تو، همه چی به تو به اضافه داده خواهد شد. این چیزایی هست که ما در خفا، یا تو مثلا مخصوصا تو جلسه خانگی اینجا جمع میشیم، اینجا شروع میکنیم به دعا کردن. جلسه خانگی عزیزان خیلی چیز مهمیه که اولین کلیساهای یعنی کلیسای خانگی یا یعنی اصلا کلا حرکت روح القدس شروع شده و الان به اینجا رسیده. دیروزم جلسه چی جشن افغان زبان داشتیم، یا اونجا هم دوباره تشویق کردیم که بیاین جلسه خانگی است، اینجاست که با هم دیگه میتونیم بجنگیم، نه ضد هم بجنگیم، با هم دیگه دعا کنیم، شفاعت کنیم، نیازهای خودمون رو بیاریم، مشکلهای خودمون رو بیاریم، دردهای خودمون رو بیاریم و دعا کنیم و همینطور خداوند به ما شفا میده. این چیزایی هست که مهمه. اگه من قوی نباشم نمیتونم شفاعت کنم برای ملکوت خدا. اگه من ضعیف هستم که چلاق هستم نمیتونم یک کسی رو کمک کنم که خودشم چلاقه. من پس باید قوی باشم، و این قوی شدن اول قسمت اول اینه که وقت برای خدا داشته باشم، در خفا ملاقات با خدا داشته باشم، کلام بخونم، اونجا تشویق بشم، بنا بشم. بعد از این اینو میبرم توی جلسه خانگی، اونجا هم با هم مشورت میکنیم، صحبت میکنیم، نیازهای خودمون رو میگیم و همینطورم اونجا روان درمانی میشیم. اون شب اون رهبر خانگی اونجا متوجه میشه چه مشکلی دارم، یه کسی هست که من میتونم برم اونجا قلب منو خالی کنم. افرادی هستن از کلیسا رفتن، چرا؟ به خاطر اینکه جایی نداشتم، مشکل داشتم، بار داشتم و کسی نبود اونجا سراغشون بگیری. منظور این نیست که فقط مشکل ماست، منظورم اینه که خودشون هم اصلا نمیدونن. ما تشویق میکنیم بیان جلسه خانگی و نمیان، و متاسفانه بعد از این مدت زده میشن و از کلیسا هم میرن و میگن که این کلیسا به من کمک نکرد. ما هم اشتباه میکنیم. ما اینجا همه در حال ساختن هستیم، همه باید یاد، همه در حال یاد گرفتن هستیم و شاگردسازی تا آخر عمرمون. فقط این دعایی هست که توی جلسه خانگی و در خفا ما رو قوی میکنه. زمانی که میایم کلیسا موعظه میشنویم. من بعضی وقت احساس میکنم، و نسرین هم تو در مورد صحبت میکردیم، من فکر میکنم بعضی وقت ما موعظه میکنیم، شما اصلا این چیزی نمیفهمید. و موعظه هایی که اینجا انجام میشه ما نه موعظه های خودخواهی، موعظه هایی که موضوع هایی هست که خدا میخواد تو رو بلند کنه، بنا کنه، امید ببخشه. هفته گذشته که دستی در مورد همون چشمه آب صحبت میکنه، یعنی چی؟ یعنی نرید به چشمه های دیگه برداریم، بلکه برید به چشمه اصلی خود عیسی مسیحه، و اونجا زمانی که شروع میکنم به دعا کردن، شفاعت کردن خدا نزدیک به من میشه. دعا کردن عزیزان امروز یه چیزی میخوای یاد بگیری، این ارتباط با خدا برقرار گرفتن، ارتباط صمیمانه اولین چیزه. نه اول شروع کنیم بگیم که خدا مشکلای من این به حضور تو بیارم، بلکه ارتباط برقرار کنیم با پدر آسمانیتون که میدونه نیازهای تو چیه. احتیاج نیست دائما داد بزنی، او میدونه. فقط یک شرطی خدا جو گذاشته، میگه که ملکوت من جستجو کن و عدالتش، بعد از این هر چیزی به تو خواهم داد. من هم اینطور فکر کردم که الان میگه معمولا بچه های من چه دعایی چه خواستی دارن. من مثلا میام بچه همون پیش ما چی میگن؟ توپ میخوام، عروسک میخوام، دوچرخه میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام. همه چیزهای خودخواهی، چیزی هوریه، یعنی خودشون احتیاج دارن، دوست دارن. و بعد از این میگه که الان سب کنم دوچرخه نمیتونی، الان سب کنم یکم بزرگ بچه
یک سال دو سال بعد یه کسی میاد یه چیزی دیگه میگه، بچهای دیگه میخوان، پس نگاه میکنیم میبینیم بچه‌ها فقط در حال فکر خودشون هستن، درسته یا نه؟ حالا یه بچه میاد، بچه مثلا 4 5 ساله میاد یا 10 ساله میاد میگه که من واقعا احتیاج به تمرکز دارم، من میخوام مثلا میگم دعا کنم یا بابا دعا کن که واقعا توی مدرسه بتونم بیشتر تمرکز داشته باشم، بیشتر درس بخونم، به من برای این نیازهایی که واقعا احتیاج برای رویش، برای نفسش، یا دعا برای من دعا کن که واقعا بتونم درسای من بهتر کنم. اونجا نگاه میکنه میبینه که واقعا بچه فقط برای خودخواهی خودش نگاه نمیکنه، بلکه نیازهایش یه چیزهای دیگه است. اون موقع هست که اصلا برای دوچرخه چیز دعا چیز نخواسته و دعا نکرده، تو میای دوچرخه بهش میدی. چرا؟ چون میدونی که قلبش برای یه چیزهای دیگه میچرخه، درسته یا نه؟ احتیاج نیست بگم که ببین بابا جان میخوای برای دوچرخه بخرم، بگم که این پسر من یا دختر من که واقعا فکرش مدرسه بهتر بخونه و مشغول مدرسه هست، دیگه هر چیزی که احتیاج داره بهش میدم، چون میدونم زمانی که دوچرخه میدم این دوچرخه رو بر نمیداره دیگه فرار کنه از مدرسه، بلکه ادامهشو میده، استفاده میکنه از این چیزا. ما باید اینطوری نگاه کنیم، خدا اینطوری نگاه میکنه به ما. زمانی که درست دعا کنی، با طبق اراده خدا دعا کنی، طبق این چیزی که در قلب خداست، خدا میگه که هر چیزی که احتیاج داری به تو خواهم داد، اصلا دعا نکردی من به تو خواهم داد. آمین. در کجاست خداوند؟ نتوشتم. ببخشید. اول یوحنا اینو اونجا اصلا نمیشه ناسی میتونی رو بخونی؟ میتونی روشن در این است و این از آن دلیلی که نزد وی داریم که هرچه به حسب اراده او سؤال نماییم یا دعا کنیم ما را میشنود، و اگر دانیم که هرچه سؤال کنیم ما را میشنود، پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم میابیم. کار نمی کنه هنوز؟ پس این یک ببینیم که یک تقریبا مثل یه وعده‌ای هست، میگه که و این اطمینان رو داریم، تو میتونی این اطمینان رو داشته باشی هر چیزی که طبق اراده خدا بطلبی، گوش میکنیم، هر چیزی طبق اراده خدا بطلبی، خدا میگه که این دعاهایی هست که خدا میشنوه و اون موقع هم دیگه خودش مسئولیت رو برمیداره انجام بده، چون اراده اوست. پس زمانی که همون قسمتی که ما خوندیم ملکوت او و پادشاه و عدالت رو جستجو کنیم، هر چیزی که احتیاج داریم به ما به اضافه به ما خواهد داد. پس اراده خدا چیه؟ اراده خدا فهمیدن، دریافت کردن، اونجا احتیاج هست که بتونی کلام خدا رو بخونی، مشارکت داشته باشی، شروع کنی به ملاقات کردن با خدا، که ببینی اراده خدا چیست. این اراده خداست، قدوسیت شما. مثال میگم، چند قسمت هایی نوشته. زمانی که دعا میکنی خدا من واقعا میخوام، واقعا روز به روز خدا من در این تقدسی زندگی کنم، من میخوام واقعا روز به روز در پاکی زندگی کنم، خداوند میخوام روز به روز در قدوسیت رشد کنم، این دعا خدا میشنوه یا نه؟
جواب میده یا نه؟ خدا تو را هدایت میکنه. فقط تو رو که هدایت میکنه اینطوری، نه اینطوری که تو میخوای. خدا اینجا نیست که مثلا یک قلمب قدوسیت میندازه روی تو. عیسی مسیح قدوسیت توست، در توست، و زمانی که این دعا رو میکنی خداوند شروع میکنه به کار کردن. و زمانی که اولین کلیسا رو که نگاه میکنیم، اینجا یک نمونه ای رو میخوام فقط برداریم، یک نمونه ای. زمانی که این روح القدس آمد و پنتیکاست آمد و کلیسا پر شد از روح القدس و 5000 نفر ایمان آوردن، یا 3000 نفر اول ایمان آوردن به عیسی مسیح و همه جمع شده بودن و توی خونه های خودشون اونجا در تعلیم رسولان شرکت میکردن، بعد از این همه میتون با شکستن نان، بعد اینکه همیتون در دعا، در دعا بودن، و یه جفایی شروع شد. چون کار شیطان اینه که زمانی که نگاه میکنین اونجا افرادی هستن که الان شروع میکنه به دعا کردن، و هر موقعی که ایمان دارن گوش میکنین، هر موقعی که ایمانداران دعا میکنن، نشانه اینه که تخت شیطان فرو میریزه. به این خاطر شیطان باید یک حرکتی بکنه. یعنی اسلحه شیطان، یا میتونم بگم تمام قدرت شیطان برای اینه که همه کار انجام بده که تو دعا نکنی. چون دعا کردن ما شکستن تخت شیطانه. گوش میکنیم. و اون کلیسا همینطور شروع کردن به دعا کردن و همینطور هم واقعا کلام خدا پیش میرفت، افراد همینطور ایمان میآوردن و یه جفایی شروع شد. و اینجا میبینیم که در اعمال رسولان باب 4 29 تا 31، این یکم سخته برای من خوندن. اینجا ببینیم که دعا و بعد از این ببینیم نتیجه. و اعلام خداوند به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان خود را اطلاع فرما تا به دلیل تمام کلام تو صحبت گویند. به دراز کردن دست خود به جهت شفا دادن و جاری کردن آیات و معجزات به نام بنده قدوس خود عیسی. چون ایشان دعا کرده بودند مکانی که در آن جمع بودند به هیجان فرمد و همه به روح القدس پر شده کلام خدا را به دلیلی میگفتند. آمین. نتیجه زمانی که جمع میشدن چه دعایی میکردن؟ ای خداوند خواهش میکنم برای من یه خونه ببخش. خداوند من الان مشکلی نمیدونم، زنم اینطوریه، برادرم اینطوریه. شروع نکردن اینطوری دعا بکنن. توی جفا بودن. و معمولا ما توی جفا هستیم اون موقع دیگه شروع نمیکنیم در مورد چیزای خودخواهی دعا بکنیم. درسته؟ اینجا شروع کردن میگفتن ای خداوند الان توی این مسخره هایی، توی این فشارهایی که اونا روی ما میارن، خداوند تو نگاه کن، از آسمان نگاه کن چه کاری با ما میکنن که ما رو تو فشار انداختن، که دهنمون بسته بشه، که موعظه نکنیم، کار تو رو پیش نبریم. ای خداوند بشنو، الان حرکت کن خداوند، حرکت کن و الان دهنمون باز کن خداوند که بتونیم بشارت بدیم، بتونیم شهادت بدیم، بتونیم این دنیا رو زیر پای تخت تو بیاریم. این دعا رو که میکنن نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که چون ایشان دعا کردن، دعا کرده بودن مکانی که در آن جمع بودن به حرکت آمد. باور میکنی؟ باور میکنی زمانی که دعا میکردن یهو ساختمون شروع کرد به حرکت کردن؟ نه زلزله بود، حضور خدا بود، قدرت خدا بود. خدا این دعا رو شنید و گفته زو الان شیطان میاد اونجا تو دهنت رو ببنده، الان من کار بزرگی انجام بدم، الان من دو برابر به تو برکت میدم، مس خودم، قدرت خودم رو روی تو میریزم. این دعایی از عزیزان برای زندگی خودت و همینطور هم برای کلیسا که احتیاج داریم. به این خاطر کلیسامون ضعف شده چون در قسمت اول درست قرار نگرفتیم و جمع میشیم دعا میکنیم برای بیشتر برای خودمون. درسته یا نه؟ کسانی که توی کلیسای ما الان 20 سال پیش، 15 سال پیش اینجا شرکت میکردن میدونستن ما چه دعایی میکردن، چه چیزای دو سه ساعت اونجا فقط در دعا بودیم و خسته کننده نبود. ما
آیا خیلی تک تمام میشه؟ یه کسی که واقعا در روح دعا میکنه، نمیدونم حتما تجربه کرده، بعضی وقت 2-3 ساعت 4 ساعت دعا میکنی و هنوز اینجوری از تو میجوشه بیرون. به این خاطر میگم من توبه کردم، چون اینو نه این چشمه من خوش شده بود. فقط گفتم خدا من فیض ببخش، فیض ببخش، اگه نمیدونم میبینم اینطوری نمیتونم دیگه زندگی خودم رو، خدمت خودم رو ادامه بدم. و این نتیجه رو میتونی ببینیم در زندگی شخصی خودت هم همینطور. زمانی که به جایی قرار گرفتیم، فشارهایی هم آمدن، از سوسیال هم، از مهندسان، نمیدونم از نمیدونم کم، یا هر جایی که هستی، نق نزن، غر نزن، شکایت نکن. آخ خودم، من اینا نمیخوام، نمیگم مسخره کنم، فقط من هم اینطوری بودم. زمان اول اینطوری بودم، مثل شما بودم، مثل شما منظور برای بعضی از شما. من هم باز یاد میگرفتم. فقط زمانی که روبروی مشکل میشی، خدا توی مشکله. گوش میکنی؟ آمین. خدا در این مشکل حضور داره و خدا اجازه داده تو این مشکل قرار بگیری که با این دعاها، با این راه رفتن، با این اعتماد، این پیروزی او رو تجربه کنی. اگر نه بچه ننه میمونی، یه ایماندار بچه ننه. یه پستونک روحانی در دهنش و با هاللویا هاللویا هم مشتی میکنیم. عیسی زنده است و یه موشی میاد زود میره اونجا فرار میکنه، یه جای قرار میگه، دعا کنی موش بره. نه، خداوند میگه که نبوده این موش رو خودت بذار بکش. این زندگی ماست عزیزان. این افراد غلبه یافتن در اصل خونه بره شهادت مسیح و زندگی خودش رو تا به مرد دوست نداشتن. مردای زنایی بودن که با دعا ایستادن و خداوند میخواد اینو در این کلیسا رشد کنه، اینو بیدار کنه. واقعا از شبانش ما هستم، فقط واقعا میتونم بگم دیگه خداوند گفتم اگه تو این کار رو نکنی دیگه خدمت هم نمیتونم بکنم. فقط جلوی پای او افتاده بودم، فقط زارزار یعنی داد میزدم، خدا من فیتیلی نیم سوز من رو روشن کن. خدا بعضی وقت اجازه میده این اتفاقات بیفته که واقعا فروتن بشه. فکر نکنیم ما قهرمان هستم، دارها ما. بعضی وقت خدا اینطوری هم اجازه میده. این خاطر میخوام افرادی که دیگه سوز شدن، خسته شدن از دعا، خدا من امروز میگه من میخوام دوباره چیزهای روشن کنم، چیزهایی که در تو خاموش شده روشن کنم و برگردی به اراده خدا. یعنی واقعا شروع کنی به طبق اراده خدا دعا بکنی عزیزان، یاد بگیری. و برای این احتیاج هست که کلام خدا رو بخونی. کسانی که اینجا جلسه خانگی نیستن دعوت میکنم عزیز، اگر نه تو گم میشی، تو در این دنیا گم میشی و شیطان هم وزوز میکنه میگه احتیاج نیست بری. امروز هم ابرانی باب 10 رو اونجا میخوندم، باب 10 آیه نمیدونم کدومش، گفته به هر حال اینجا که سعی کنیم با محبت همدیگه رو تشویق کنی و بعضی از شما اینطوری که مامون اینطوری که نوشته شده حتی کلیسا رو ترک کردین رفتین بیرون، یا و کلیسا رو ترک نکنین، بیاین. هر چقدر مشکلی توی کلیسا، خدا در اینجاست. نه این نیست اینه، همینطور گفتم باور کن اول. زمانی که طبق کلام خدا دعا میکنی، خدا تو رو جدی میگیره و تو رو هدایت میکنه، فقط نه اینطوری که تو میخوای. زمانی که دعا میکنی میگه خداوند واقعا قلب فروتن بر من بیافرین، قلب فروتن به من ببخش، خدا میبره تو یک سفر فروتنی. خدا دعای تو رو شنیده. بعد میتونم بگم شاید نادانی ماست، ما دعا میکنیم خدا من
ببر تو واقعا قلب فروتن من ببر. فکر میکنی الان خدای میاد اینجا یک میندازه تو اونجا یه جراحی میکنه، پاستور دعا میکنه، نسلی دعا میکنه، الان آخ چقدر فروتن شده. من اینطوری نیست هستم. فروتن یعنی مرگ انسانیت کهنه. مرگ انسانیت کهنه پس روبروی مشکل باید بشی. مرگ انسانی کهنه یعنی باید ناعدالتی با تو رفتار بشه. متوجه هستی؟ یک بار بود که 2 سال ایمان آورده بودم، یک سمینار روان درمانی بود. روان درمانی اصلا نمیدونم فارسیش درسته، یعنی زیرزاگه خیلی بهتر، زیرزاگه زبان آلمانی، یعنی کسی که مواظب جان توست، جان تو رو بنا میکنه، مراقب روان توست، یعنی مراقب روان توست. و زمانی که اینجا آمده بودم، اونجا اولین بار بود که زیرزاگه شدم، یعنی روان درمانی شدم. اونجا تمام آشغالای خودم، فکرای خودم، چیزایی که از گذشته بود، همه چی جلوی این شخص بود، این روح القدس اینجا ملزم کرده بود. بعد از این گفتم که بعد میتونی برای من دعا بکنی که قلب فروتن میخوام داشته باشم. چرا؟ چرا میخواستم قلب فروتن داشته باشم؟ نه به خاطر این فروتن یه چیزی خوبیه، نه، چون کلام خدا میگه که و این قلب منو چیز کرده بود، جذب کرده بود، گفته خداوند آسمون و آسمون ها نمیتونن خدا رو درک کنن، فقط خدا در قلبای فروتن ساکنه. و این در منو چیز گرفته بود، جذب کرده بود. خدا پس چه خیلی کودکانه فکر کردم، یعنی فکر میکنم خدا در قلب فروتن، یعنی آسمون و آسمون ها نمیتونن خدا رو درک کنن، فقط خدا میگه در قلب فروتن من ساکنم. بعد بعد از اون شروع کردم دعا کردم، پس خدا من قلب فروتن بده. بعد نمیدونستم چی دعایی میکردم. بعد از این گفته به من اون روان یا شبان بود، الان نمیدونم، یادم نیست، گفته میدونی چه زمانی که دعا میکنه برای فروتن خداوند چی چطور رفتار میکنه؟ میگم چه، نه چطور نمیدونم. بعد از این یه چیز رو برداشت، یک چی میگم این رو برمیدارم، میگه که اینطوریه، اینو به من گفت. فهمیدم هنوز نمیدونستم فقط چه دردی روی سر من رو بلای روی سر هم خواهد آمد. گفته که این تو هستی آلبر، اینی میبره بالا، شاید این آه خود کار کنید، من دارم اینجا. میگه که این تو هستی آلبر، بخوای فروتن بشی این طرف برم که اینجا ویدیو از دست رو گرفتم. میگه آلبرت اینه، میخوای فروتن بشی؟ میگم بله. گفته باشه، خداوند تو رو میبره بالا، بعد از این میندازه پایین. میخوای؟ با تمام دل گفتم بله، فقط نمیدونستم بلایی رو سر. خدا گفته اینطوری رفت. منظور نیست که میدازه پایین که تو رو له کنه، خوب کنه، نه، منظور اینه که خدا باید چیزایی که در ماست، انسانیت کهنه، غرور، کله شقی، نااطاعتی، تمام رفتارهای انسانیت کهنه باید بمیرن. و از اون موقع برحال شروع کردم به دعا کردم، گفتم خدا من برحال راهی دیگه نیست، راهی دیگه نیست، یک امکان دیگه نیست. تو گفتی در قلب فروتن ساکن است، اینو میخوام، هر چقدر دردناک باشه من اینو میخوام. زندگی هدف دعای اول من این بود، یک چیزی درست کرده بودم، یک دفتری درست کردم، اولین خواستی بود خدا من قلب فروتن، چون در اونجا ساکن هستی تو، بهترین جا اونجاست که تو ساکن هستی، جای دیگه نمیخوام باشم، من میخوام این جای باشم که تو هستی، تو قلب من تو اونجا ساکن بشی. و این دعا رو کردم، میتونم بگم تقریبا 2-3 سال خدا شروع کرده رفت با من راه رفتن. الان نمیخوام صحبت کنم، نمیخوام بگم چه چیزایی کردم، چه کارهایی کردم، یعنی واقعا به شما بگم باور نمی کنید.
چه کارهای احمقانه خودخواه و فکر خیلی چیزهای فکر میکردم میدونم و خدا واقعا به من ایمان داده بود حتی فخر میکردم به ایمان خودم رو. بعد متوجه نشدم که این غروره، این فیض خدا رو هنوز نفهمیده بودم. بعد دعا میکردم اینو میخوام، دعا میکردم و خدا این دو سه سال با من کار کرد. واقعا اینطوری اتفاقاتی که افتاد در زندگی من، آخر واقعا زانومم خم شد، دیدم که یه دعایی کرده بودم که خدا شنید و انجام داد. منظور این نیست که تکمیل شدم، فقط روش خدا رو فهمیده بودم. چطور نباید دعا کنیم؟ اینجا در یعقوب به چهار آیه 1-3 اینجا در مورد دعایش میکنیم، دعایی که شخصی، دعایی که جسمانی، دعایی که ثمره نمیاره. یا در یعقوب اینجا لحظه خودتون مخصوصا رو گذاشتم، یه بار خودتون الان برای خودتون بخونید. در مورد لذت ها صحبت میکنید. تمام حسد سادت جنگ و جدال و اینجا میگه که از ندای این جهت که سوال نمی کنیم، اینا افرادی هستن که با قدرت خودش زندگی میکنن، فقط مشکلهای کلیسا رو میبینن، این برادر، این خواهر، برای در حال درگیر زندگی خودشون هستن، گناه خودشون نمیبینن، فقط گناه دیگران رو میبینن. و میگه که وضع اینه، وضع کلیسا اینه. الان هم فقط میگم که اینجا، فقط اینجا یعقوب اونجا میگه که اینه، مشکل شما اینه. پس هر هم دیگه رو میکوبین، اصلا دعا نمیکنین. و زمانی که دعا میکنین، چه دعایی میکنین؟ سوال نمیکنین و از این که به نیت بد سوال میکنین تا در لذت خود صرف نمایید. و آنجا یعقوب اونجا خیلی بعد از اینکه این قسمت رو بکنه خیلی قوی صحبت میکنه. بعد از این یه جایی میاد میگه که خدا فروتنان رو فیض میبخشه و تکبران رو مقاومت میکنه. به این خاطر بیا اینجا جلوی خداوند زانو بزنید، او رو جستجو کنید و شروع کنید به دعا کردن طبق اراده خدا و خدا خواهید دید که چطور زندگیتو رو در این قسمت دگرگون خواهد کرد. من میدونم عزیزان خیلی هستن که مخصوصا از زمانی که آمدیم آلمان درگیر کمپ، بعضی هستن که واقعا زمانهای خیلی سختی گذروندیم، توی چادر گذروندیم، توی سردی اونجا یک سال پیش، یا واقعا میدونیم خیلی دردهای کشیدیم. فقط خدا با فیض خودش بهترین هدیه رو که به تو داده که از تو یه فرزند خدا ساخته و خیلی چیزایی هست که برحال ما میدونیم هنوزم افرادی هستن، هر هفته میبینم که افراد میان برای من دعا کن، خونه احتیاج دارم، نمیدونم کار احتیاج دارم، اینو احتیاج. این چیزایی هست که عزیزان خواهد موند، این خونه هم بگیری، پاسم گرفتی، همینطور هم کارم گرفتی، این دعاها ادامه خواهد شد تا آخر. اگر تو اراده خدا را فهمیدی و قلب خودتو درست جایی گذاشتی، خواهیدی که زندگی تو آرومتر میشه. خدا در زمان خودش درها رو باز میکنه. احتیاج نیست به جنگی،
احتیاج نیست با زور بری یه خونه ای. افرادی هستن 2000 یورو پول دادن برای ماکلار که بتونن یه خونه کوچیکی داشته باشن. افرادی هم هستن دعا کردن خدا برای باز کرده. چرا احمق نیستیم که از این قدرت استفاده نکنیم؟ احمق نیستیم که بدونیم که دست خدا رو تکون میتونیم بگیریم برای معجزه ها. همینطور کلیسای اولی که دعا کردن یک نشانه ای هست که در زندگی ما اتفاق خواهد افتاد. در زندگی شخصی تو، در زندگی جلسه خانگی خودت هم همینطور اینجا باید دعا کنی و همینطور هم در این کلیسا. به این خاطر میخوام تشویق کنم روزای دوشنبه ساعت 8:30 کلیسای باربک جمع میشیم برای دعا کردن، شفا کردن. اونجا چی گفتم؟ نه مرسی. شنبه، روز شنبه ساعت 8:30 کلیسای باربک طبقه دوم اونجا جمع میشیم. اونجا نه تو مهم هستی، نه نیازهای تو مهمه، بلکه اونجا فقط کار خداست. افرادی که شرکت کردن و قبل از این هم شرکت کردن واقعا 2 ساعت دعا کرده با قدرت دار از اونجا برگشت میکنن. تشویق میکنم الان یه چیز داوطلبانه هست و خواهید چقدر روی زندگی شما تاثیر خوبی خواهد گذاشت. مثلا کلن اونجا با اراده خودم، فکر خودم آشنا میشه. توی این تمام بخشایی هست که ما اونجا چیز کردیم، برنامه‌ریزی کردیم برای چه موضوعهایی باید دعا کنیم. برای کلیسامون دعا میکنیم، برای کشور ایران، برای کشور افغانستان، برای کلیسای، برای کشور آلمان، برای سیاستمداران، چون خدا این دنیا رو به دستای ما داده، نه فقط برای خودمون بلکه برای شهرمون، برای کشورمون دعا کنیم. کلام خدا در ارمیا میگه که اون شهری که خدا شما رو هدایت کنه، شاید هدایت میکنه، برای این شهر دعا کن و استغاثه کن، دعا کن برای سیاستمداران که روح خدا شروع کنه به کار کردن. و چون در آلمان تو هامبورگ من دعا میکنم برای هامبورگ، این برکت روی منم میاد. آمین. برای کلیسا که ما دعا میکنیم، برای بخشای کلیسا دعا میکنیم، برای مشکلای کلیسا دعا میکنیم، برای تمام نقابهایی که در این کلیسا دعا میکنیم برداشته بشه، افراد شفا بگیرن، دعا میکنیم خدا من روی خودتو بریزم به کلیسای آلفا اومگا. تو توش هستی. زمانی که این دعا رو جمع میکنی برای کلیسا، نه برای خودت، برای کلیسا، اتوماتیک روی خدا که ریخته میشه روی تو ریخته میشه. با این دید باید نگاه کنی و با باور که خدا دست خودش رو تکون میده. خدا واقعا منتظر، میگه آلفا اومگا کی شروع میکنیم با هم، با اتحاد، با یکدلی دعا کنن که دست خودم رو تکون بدم و معجزه انجام بدم، که این آلفا اومگا شروع کنه به لغزیدن و روح خدا بیاد و ما رو پر کنه. آمین. برای این خواندگی ما خوانده شدیم عزیزان. ما باید جایگاه خودمون رو پیدا کنیم و عیسی مسیح یک بار آمد سر شیطان رو کوبید و الان اقتدار رو به ما بخشیده که ما ادامه بدیم سر شیطان رو روز به روز با دعاها و شفاعت بکوبیم در زندگی خودمون، در زندگی کلیسا و در این شهر. با ایمان من نمیتونم او رو بکوبم با نق، با درد، با ناله ها، بلکه با پیروزی. خداوند مرسی، خداوند این دنیا مال توست، من مسئولیت رو دارم این دنیا رو زیر پای تخت تو بیارم. خداوند شکرت میکنم به من این اقتدار رو دادی. خداوند از این بچگان، از این رفتارهای بچگان، از این اسباب بازی ها رو میخواستم بگذارم کنار. خداوند تو هر چیزی که من احتیاج داری به من خواهی داد. شکر میکنم برای این تخت خوابی کوچیکی به من دادی. شکر میکنم حتی به حال جایی که زندگی میکنم، میدونم خداوند کار تو بزرگتره، تو در همه قسمت ها میتونی کارهای دیگه انجام بدی. و تجربه های اینجا دیدم که افراد که اینطوری ایستادن برای همه چی خدا رو شکر کردن، به زودی خدا درهای دیگه باز کرد. گفته این درس یاد گرفته، این برای چیزهای کوچیکم دعا میکنه، تشکر میکنه از من. به این خاطر این درس رو یاد گرفته، الان تجدید نآورده بلکه چی؟ قبول شده. برو کلاس دوم. کلاس دوم یه جای دیگه هست، یه چی اتفاقاتی هست، چیزایی میفته. دوباره خدا من شکرت میکنم، تشکر میکنم. در افسوسیان رو به نمیدونم چی کدومشه، 4-5 یادم نیست، اینجا رو بشه خدا رو 5 فکر میکنم. خدا رو هر روز برای هر چیز از او تشکر کنم.
باب 6 یادم نیست. برای بریم بخونیم جسر پیدا کنیم. درسی هم. خدا رو برای هر چیز مثل چیز رو نشته. برای خدا رو لوک داده هم. یه رسایت یعنی هر یه رسایت هر زمان برای هر چیز خدا رو شکر کنید. این زندگی ماست عزیزان. خواهید دید که اون موقع هست که میگه که سلامتی خدا که فوق از فکرهای ماست در قلبهای ما قرار میگیره. در این درمان در فیلیپیان باب 4 نوشته. بیایی با دعا با استراسه و دعا بکنید. با شکر گذاری با دعا با پرستش اون رو به حضور رو دعا کنید و خدا دعای تو رو میشنوه و سلامتی خدا که فوق از فکرهای ما در قلبهای ما قرار میگیره. تو میایی پیش خداوند شروع میکنی به داد زدن، منظور نه شکایت کردن، داد زدن، دعا کردن، استراسی کردن. خداوند خواهش میکنیم بعضی کلیسا رو عوض کن، هامبورگ این مشکلی هست، ترورهایی هستن، نمیدونم بمبهایی هستن. خداوند دعا میکنیم تو این کارهای شیطان رو نابود کنی. میجنگی یک ساعت دو ساعت میجنگی، بر میگردی میبینی که بوف قوی شدی. در افسیان بخون آمین. هر روز، هر وقت، هر زمان، برای هر چیز. رفتی بوندسامت پاس رو دادی و اون گفته یک هفته. تو آرزو داشتی 6 ماه، یک هفته دوباره برگردی کردی. اصلا نفرد ردی آورده که برمیداری مرسی، تشکر، میری بیرون. جلال در نام تو عیسی مسیح، مرسی که تو خدای من هستی. یک هفته گرفتم. جلال در نام تو خدا من. تو حکومت میکنی، تو سلطنت میکنی. این شخص کیه؟ برکتش میدم این سهیل رو. خدا من نمیدونه که کی حکومت میکنه. هنوز بدبخت و بیچاره الان نمیدونه. نمیدونه. خدا فیض ببرش که چشماش باز بشه که بدونه کیست که حکومت میکنه. تشکر. یک هفته حکومت میکنم خدا من. جلال بر نام تو. خدا میگه که درسش رو یاد گرفته. بعد از یک مدت قبولیش میاد. جلال بر نام تو. نه غصه داشت، نه نق زد، نه شکایت کرد و اخ میاد میدونم مشکل دارم. اوکی، یک بار، دو بار، سه بار، درسته. بعد از این مدت یاد بگیریم. واقعا میدونم واقعا درد داره. من سعی میکنم شما رو بفهمم. هر چقدر توی این قرار نگرد، من پناهنده هیچ موقع نبودم، مشکلهای دیگه داشتم. فقط سعی میکنم واقعا درد کنیم. فقط باید یاد بگیریم بعد از این مدت. نه؟ آخرین چیزی هم که میخوام اشاره کنم، متی باب 18 آیه 19 است. اتحاد خیلی مهمه. این یک قولی هست، گوش میکنه، یک قولی هست و باید اینطوری نگاه کنی. زمانی که خداوند یک وعده میده، اینجا هستین عزیزان؟ زمانی که خدا یک وعده میده، کار شیطان چیه؟ خراب کردن این وعده. و زمانی که میگه، خداوند اینجا میگه که باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هرچه، بگین هرچه، که بخوانید توی چی؟ بخوان زمانی که شیطان اینو میخونه میگه که آها، دو نفر یک بشن، وای بر من، خرابی من، پس یه کاری باید بکنم.
یک کاری باید بکنم تفرقی به وجود بیاد، چون وعده داده شده. خدا گفته که دو نفر یک بشن دعا کنم ورشکستی منه. خدا میاد منو خفه میکنه، یا خداست میگه میاد منو شکست میده، نه من، نه تو. ما فقط دعا میکنیم، خداست که این کار رو انجام میده. پس کار شیطان اینه که بین زن و شوهر اول شروع کنه تفرقه انداختن، بین خواهر برادران، بین دوستا. و افرادی که اینجا هستن، هفته هایی گذشتن که آمدیم روان درمانی کردیم، صحبت کردیم، دردا رو دیدین، نه دیدین که خداوند شیطان چطور میتونه استفاده کنه از انسانیت کهنه ما که ما رو بزنه تفرقه به وجود بیاد. و زمانی که دو نفر دیگه یک نیستن، جدا میشن، خدا دعا رو میشنوه؟ خدا دعا رو میشنوه؟ توتیواری آمین نگید. اگه دو نفر یک بشن خدا دعا رو میشنوه؟ اگه دو نفر یک نیستن خدا دعا رو میشنوه؟ نه. خدا میگه متاسفم، شما دو نفر الان آمدین صحبت میکنی، فقط قلباتون نسبت به هم دیگه نگاه میکنه، میگه این کیه، این خواهر دیگه، آن در برده چیه، آمدین بی جنس میده، اینجا هاللویا خدا تو زنده هستی، همه چیز. فقط قلبتون با هم یک نیست. منظوری نیست که فکرهای ما یک باشه. زمانی که من با شما میام دعا میکنم، تنها چیزی که الان منو نگه میداره، من تک تک شما رو همینطور که هستی میپذیرم و قبول میکنم و احترام میذارم. این محبت منه، محبت شما باید اینطوری باشه. زمانی که نگاه میکنم نق بزنم، یه میدونم خواهر نه دوباره ببین دوباره آمدی اینطوری، در این سهیل نمیدونم اینطوری اون، بعد از این از سارا هم اینطوری هم هست، نمیدونم اینطوری میپوشه، نمیدونم چنگیز هم آها هر دفعه اینطوری میکنه اونطوری میکنه. بعضی میگیم که ما یک در یک روح آمدیم اینجا. افرادم که نگاه میکنم میگم اوه چقدر عالی، افراد چقدر یک هستن، چه اتحادی بهشونشون. که نگاه میکنه میگه نه، پر از جداییه. درسته یا نه؟ آمین. خدا اینو نگاه میکنه. زمانی که کلیسا جمع میشه، ما باید خودمون قلبا خودمون رو تفتیش کنیم، آماده کنیم. و زمانی که میایم اینجا دیگه واقعا با خوشحالی میام، میگم من آمدم با خواهر برادرای من که عزیز هستن و خدا ایشان رو خوانده و دوستشون داره، ما میخوایم دعا کنیم آسمون رو تکون بدیم، ما میخوایم ملکوت رو بیاریم در این دنیا، عیسی مسیح پادشاهی رو میخوایم بیاریم. به این خاطر خود نگاه نمی کنم، میگم مرسی فریده که آمدی اینجا، دیر آمدی، اوکی اب نداره اب نداره، تلفن هر دفعه زنگ میزنه اب نداره، تو بیا. مهم نیست، مهم اینه که تو آمدی. متوجه هستی؟ این روش در ما باشه، خواهید دید که چه خداوند چه قدرتی خواهد بود. واقعا کلیسای ما دیگه ضعیف شده و این به خاطر کم دعا کردم، به این خاطر توبه کردم، چون میدونم از من باید شروع بشه دوباره. من میخوام تشبیه کنم عزیزان، امروز میخواهیم واقعا نمان وقت بذاریم وقت بذاریم جلوی خداوند، نمیدونم توبه کنیم، بازگشت کنیم، نمیدونم خدا، نمیدونم چقدر با شما صحبت کرده، فقط بگیم خدا بیا این فتیله نیم سوز روشن. این کلیسا جلالی که جلال خدا من از اینجا خواهد رفت. آزیزم حوصله ندارم این کلیسا اینجا اداره کنیم، فقط بیایم بشینیم بیایم بریم. جلال خدا باید از اینجا دیده بشه و بدون دعا نمیتونیم. خوشه چشمان ببنده.
در تواریخ باب 7:14 نوشته و قوم من که به اسم من نامیده شده است متواضع شود و دعا کرد طلب حضور من باشد و از راه های بد از روی بدی خویش بازگشت نمایم، آنگه من از آسمون اجابت خواهم فرمود، بگناه ایشان را خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد و از این به بعد چشمای من گشاده و گوشهای من به دعایی که در این مکان کرده شود شنوا خواهم بود. و حال این خانه را اختیار کرده و تقدیس نمودم که اسم من تا به ابد اونجا قرار گیرد و چشم و دل من همیشه بر آن باشد. عیسی مسیح، تو سر این کلیسا هستی، به حضور تو خداوند میتونیم فقط توبه کنیم طبق کلام تو، همینطور که گفت از راه بعد بازگشت نمونیم. دعا کنیم، بیایم به حضور تو رو جستجو کنیم که امروزم اینجا جلوی تو دعایزار رو دو توبه کردم، جلوی کلیسا خودت. خدا من در این قسمت شفاعت میکنم برای تک تک ما. چه فایده داره یک کلیسایی داشته باشیم که تو اونجا نباشی؟ چه فایده داره خدا من اینجا جمع میشیم روی خودت اینجا نباشیم؟ عیسی تو رو صدا میکنیم که سر این کلیسا هست، تو رو صدا می کنم خدا من نام دعا می کنیم بیای رو ما برکت بدیم و اگه دعا می کنیم خدا من این اشتیاق که احتیاج داریم، خدا من این اشتیاق برای دعا کردن، برای شفاعت کردن، این اشتیاقی که طبق اراده تو بتونیم دعا کنیم، نه برای فقط خودخواهی خودمون. خداوند بیا امروز ما را احاطه کنی، بیا خداوند بیا خداوند دوباره فیض ببخش. فکر میکنم خوب میشه بتونی با هم بیستیم به یک کسانی که تو قلب شناس خودت بایش خودت شروع کن دعا کردن، خودت دعا کن. خوب میشه با زبان بلند شروع کنی به دعا کردن، همینطور که این کلیسای اولش که شروع کردن به دعا کردن. خدا امروز مطمئن هستم میخواد تو رو بنا کنه، به کار جدیدش شروع کنه. اگه تو گناه بودی، اگر
دعا نمی کردی، الان کلام نمی خوندی، هیچ جایی نیستی و مستقل هستی، هر کاری دوست داری. امروز خداوند تو رو دعوت می کنی برگردی، برگردی. هللویا خداوند. او ربا شند را دستیدی و دستوری می دیستی الان دستو و دستوری ربا شند استی الان. بیا خداوند، بیا از آسمون دعای ما روش بشنو خداوند. خوبیشه زبانه همه با هم زبانه خودمون باز کنیم، بلند بتونیم واقعا جلوی خداوند فریاد بزنیم. این خداوند رحم کن، رحم کن، ببخش خداوند که فقط خودتایی دعا کردم، ببخش خداوند فقط خودم رو میبینم، فقط نیازهای خودم آمدم صحبت کردم، ببخش خداوند که برای کلیسا خودت اصلا قلب ندارم، ببخش خداوند با چشمای بد نگاه میکنم، ببخش خداوند که فقط با حسادت و با غرور اینجا ایستادم. خداوند ببخش خداوند که نه شفاعت کردم نه مردم پشت مشکلای ایستادم. خداوند فقط به خودم نگاه کردم. خداوند ببخش خداوند این رحم رو به من ببخش، این فیض خودت رو ببخش خداوند که دوباره خداوند این قلب خودم رو جلوی تو بلند میکنم خداوند که تو بیایی خداوند این فتیل نیم سوز من رو خداوند دوباره روشن کنی. خداوند روشن کن، خداوند روشن کن، خداوند که از من یک مرد یک زن واقعا جنجو بسازی که برای تو، برای ملکوتت، برای پادشاهی تو ایستادم. خداوند مرسی که به من این افتخار رو دادی که خداوند که فقط فرزند تو هستم، به من اعتماد کردی خداوند، منو خواندی خداوند که بتونم بیستم ثمره بیارم. خداوند مرسی که خداوند اینجا هم که ایستادم مثل سفیران بتونم اینجا بیستم، سفیر بتونم اینجا بیستم خداوند در این دنیا. خداوند خداوند دعا میکنیم خداوند این فیض رو ببخشیده تک تک ما، تک تک ما خداوند. هللویا خداوند. و دعا میکنیم روح القدس بیا خداوند، بیا خداوند این کار جدیدی شروع کن خداوند. ما روز شنبه رو که ما جمع میشیم برای دعا و شفاعت تقدیس میکنیم به تو خداوند، تقدیس میکنیم خداوند به تو که این روزها که اونجا جمع میشیم خداوند کلیسای بانبک رو برکت میدیم که خداوند بلافاصله به ما اجازه رو دادن، این از دست تو میبینیم خداوند. الان دعا میکنیم خداوند این خونه پر بشه خداوند، پر بشه از فرزندان تو، پر بشه خداوند از دعاهایی که سمت تو میاد خداوند. ما میخوایم خداوند با کمک تو روح القدس، با کمک تو یک مزبع دعا درست کنیم خداوند که این عطر خوشبو نزد تو بیاد خداوند. ما میخوایم یاد بگیریم ببینیم چطور دست خودت رو تکون میدی خداوند. ما میخوایم شکست شیطان رو تو زندگی خانواده خودمون، تو زندگی شخصی خودمون، تو زندگی این کلیسا، کلیسا خانگی رو ببینیم خداوند. جلوی تو بلند میکنیم و شفاعت میکنیم خداوند. هللویا صداتو بلند کنیم و شروع کنیم به دعا کردن. و هر نیازی هست، هر قسمتی هست که الان برای کلیسا هست، نه برای خودت، الان برای کلیسا، برای چیزهایی که مربوط به الان اینطوری درست از خودت نیست، و دعا کن شفاعت کن. الان قلب برای این کلیسا داری، شروع کنیم به دعا کردن. برای خادمی، و اگه تو پشت خادمی نایستادی، اگه فقط شکایت کردی از خادمی و از شبانان یا به هر حال هر کسی، و خداوند امروز به تو میگه، امروز به تو میگه توبه کن، بازگشت کن، بازگشت کن، فقط برکت بده. ما اینجا طبق کلام خدا میگه که برکت بده چون که بتونی وارث برکت بشی. هاللویا خداوند. ما نمیخوایم دیگه از این به بعد خداوند دهنمون میخوایم ببندیم و این غر زدن شکایت کردن. از امروز به بعد طبق کلامتو میگه که همیشه برای هر چیز تو رو پرستش کنیم خداوند، تو از تو تشکر کنیم و سلامتی تو رو فوق از فکرهای ما، ذهن ما در ما شکل بگیره خداوند. دعا میکنیم عیسی مسیح ما یاد بده دعا کردن رو خداوند، تک تک ما یاد بگیریم دعا بکنیم خداوند، زندگی روزمره ما خداوند. هاللویا خداوند، هاللویا خداوند. دور را باشی. و قوم من که به اسم من نامیده شدن متواضع شوند و دعا کرده طالب حضور من باشند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود و گناهان ایشان را خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد. و از این به بعد چشمان من گشاده و گوش‌های من به دعایی که در این مکان کرده شود شنوا خواهم بود. هللویا خداوند. مرسی سجاد.
تو قلب من این سرود رو با هم دوباره بخونیم با شادی و حمد و پرستش، مثل یک دکلامه، مثل یک ایمان، با این دید که این سرود رو دوباره بخونیم، باور کنیم عزیزان، باور کنیم که ما در این دنیا هستیم، که یک جنگی هستیم، جنگ روحانی هستیم، فرشته های خداوند دور ما هست، دور ما هستن، مطمئن هستن این کلیسا پر از فرشته های خدا هستن. باور میکنم زمانی که راه میری یه جایی میری، فرشته خدا تو رو هدایت میکنه، خدا تو رو تنها نگذاشته. ما اینجا در این دنیا هستیم برای یک هدف و میخواییم الان این سرود با هم دوباره بخونیم. واقعا این دفعه واقعا با ایمان، مثل یه دعایی هست، مثل یه دکلامی هست، مثل یک اعلامی هست. و هر نیازی، هر چیزایی که از هر چیزی که تو احتیاج داری، خداوند هر چیزایی که وابسته هستی شکست خواهد داد و مطمئن باش خداوند امروزم به تو قدرت میده، چون اراده اوست که تو قوی بشی. متوجه هستی؟ هر چیزی طبق اراده او دعا کنیم او خواهد داد، درسته؟ و هر چقدر اتحاد در بین ما باشه، خدا کار خودش انجام کنه. مواظب خودمون باشیم که تفرقه به وجود نیاد. و الان هم که دعا میکنیم یا پرستش میکنیم با این دید واقعا که خدا دعای ما رو میشنوه، این کار رو انجام خواهد داد. باور کنی که خدا امروز قلب تو رو روشن خواهد کرد برای شفاعت و دعا. آمین. و فکر میکنم خدا طرز دعاهای ما رو عوض خواهد کرد. آمین. بچگانه دیگه دعا نکنی، بلکه مثل سربازان بایستیم دعا کنیم. آمین. بعضی وقت خدا میگه باید یک عملی انجام بدیم. تو عتیق میبینیم بعضی وقت خدا میگه که مثلا نامان آمده گفته که نجس بود، خدا من میگه که برو اونجا 7 بار باید بری زیر آب، بیای پایین، بعد از این شفا میگیری. تو عتیق میبینیم که خدا بعضی وقت میگه که برو این کار رو بکن، و بعد از این میرفتن انجام میدادن، اتفاق میافتاد. بعد همینطور که این سرود رو میخونیم، مثل این که خدا میخواد بگه اگه واقعا این دعا رو کردی، میخوای از تو یک سربازی ساخته بشه که برای پادشاهی خدا میخوای بیستی. الان این سرود رو دوباره، فقط شاید یه قسمت الان نمیدونم همه رو بخونیم یا نه، که واقعا مثل سرباز باید شروع کنی به رفتن. گوش میکنیم، یعنی زمانی که الان این سرود رو میخونین دیگه واقعا مثل سرباز چطور میره، درسته؟ و نه فقط تو پای خودت، اینجا آسونه. اگه میخوای سرباز بشی، الان باید شروع کنی، همینطور سرود رو میخونیم، شروع کنی به حرکت کردن. اینطوری کسانی که، نمیخوام بگم که همه باید انجام بدی، کسانی که واقعا میخوان سرباز بشن، میخوام واقعا برای ملکوت، برای پادشاهی بیستن، میخوان خداوند برای خداوند بجنگن. اگه خجالت میکشی بیای چلو، پس سرباز نخواهی شد. اگه میگی خداوند غیرت دارم برای تو، من میخوام از من، پس بیا بیرون زمانی که میخونین و شروع کن واقعا جدی. نمیخوام بگم الان یه چیز احساسی باشه ها، با شادی و حمد و پرستش به پیش دوید، سالنگر آسمانی هم صدا شوید. با شادی و حمد و پرستش به پیش دوید، با لشکر آسمانی هم صدا شوید. با نام ایسا فرو میریزیم غله های سرمسی نانه تانیدی برمی دنیا، با نام ایسا فرو میریزیم غله ها. امانوی خدا بندم با ما، امانوی پیروزیم بر دنیا، امانوی بر ما رو عرب ها. Amen.
گشتی به پانی بر عیسی. بزنید برای عیسی. هللویا. خداوند، ما هستیم. صدای تو را شنیدیم.